دیده شدن که آل سنت را ناراحت کردن در خواب و در تربت و طایبات. اینجا چیزهای را در مدارس دولتی که بچه رفتن برنامه های را به اونا داده بودن در ایام فاطمیه که خیلی توهینات زیادی به آل سنت شده بود. مولانا مطهری، حبیب الرحمن مطهری، عالم برجسته خراسان رضوی و رئیس مدرسه احناف خواب، و همچنین مولانا فاضلی که از طیبات بود و قبلا امام جمعه بود و الان نیز، این بیانات بسیار خوبی، نامه های خوبی را نوشتند و دادند، اونا مورد حمایت ما هستند. این دو تا نامه ای که دادند عقیده آل سنت همون هست. تکبیر و ما اراده نداریم که این مسائل عنوان یکی ما گفت شما چرا اینا تریبونی میکنیم. ما گفتی همه شبکه های صدا و سیما که با پول ملت اداره میشوند که یک سوم بودجه اون شبکه ها مربوط به آل سنت است، اینا در بس در خدمت شما هستند و شما هر چی که دل شما میخواهد میگویید. ما از این تریبونم یک حرفی نگوییم، یعنی این تریبونم برای ما، شما میگوید که نه این نگوید از تریبونم، این طوری خصوصی باس علمی است. خصوصی شما کجا این باس علمی را خصوصی کردید که ما بیایم خصوصی باس بکنیم؟ افرادی که سواد دینی ندارن فقط صدای خوبی دارن، اونا میان هر چی به دهانشان میاد به صورت مدعی میگوین، توهین میکنن و شما میگو هر چی اونا گفتن شما چی نگوید. این انصاف هم نیست. شما خلفای راشدین را ظالم، غاصب، قاتل بدانید و مردم را به جانی هم دیگر بیندازید، ما چیزی نگوییم. سه تا سوال در زمان مریضی حضرت زهرا، پرستار حضرت زهرا، من میگم زهرای اطهر، طاهره، صدیقه، صدیقه تریجش بالاتر از شهید است. در زمان مریضی حضرت زهرا پرستارش همسر کدام خلیفه بود؟ ابوبکر صدیق، اسماء بنت عمیس که قبلا همسر جعفر طیار بود، اون که شهید شد. حضرت ابوبکر صدیق اون خانوی والا مقام را نکاح کرد. اما زمانی که فاطمه مریض شد، فاطمه دختر بزرگ نداره، خواهر نداره، کسی نیست که فاطمه را پرستاری بکند، توی امسر من، توی اسماء بنت عمیس، برو تو آخرین لحظه پرستار حضرت صدیقه طاهره باش. تکبیر الله، زمانی که فوت کن، قبل از فوتش تابوتش را حضرت اسماء دستور داد چنین تابوتی در حبشه بود که تابوت را آوردن، گفت حالا جسم فاطمه را بیرون کسی ندیده، بعد از مرگم جسم من را کسی نبینه. گفت در حبشه تابوت درست میتونه، دو تا هجرت کرده بود اسماء بنت عمیس، وقتی یک تابوت را آوردن، گفت بعد از رحلت رسول الله ولیم بار بود که من تبسم بر لبان فاطمه آمد که خوب شد که جنازه من را کسی در بیرون نمیبینه. در غسلش، در امون کفنش اسما شریک بود. منابع طرفین نمیشتن اسما شریک بود. ما میگم قسم میخوریم که اینا دشمنی نداشتن، شما میگه تو قسم دروغ خورده، کفاره شما چیست؟ قسم دروغ نیست. بعضا میگم والله بالله این قسم راست و درست هست، شما خلاف میگویید. تکبیر الله.
تاریخ نشان میدهد، آمال نشان میدهد، منابع طرفین نشان میدهد که اگر ابوبکر دشمن بود با حضرت زارا، پس همسر خود را نمی پرستاد که برای اونجا پرستاری میکند، در خانه علی پرستاری میکند، برای اونا خدمت بکند، در غسل و کفن حضرت زهرا شریک بشه. این که دروغ نیست. و همچنین پدک را غسل کردن، فاطمه خشم شد برای پدک، اولا که آل بیت دنبال مال و متاع دنیا نبودن که اونا برای یک چهار تا درخت و خرما و اینا ناراض بشن. اونا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مثلا معروفه که ابطاریه خود را به دیگران میدادن. وقتی که ابطاریه خود را که روزه بودن، خودشان با آب افطار میکردن، نان را به فقیر و مسکین و یتیم میدادن. اونا برای دنیا حضرت فاطمه ناراض میشد. و قضیه پدک در زمان رسول الله در اختیار پیغمبر بود. در صحیح بخاری نمیشته که اونا چه کار میکرد، مصارفش مشخص بودن. حضرت فاطمه معاقضار نه تغازه کرد، معاقضارش نکرد. بعد اون که حضرت رسول الله از دنیا رفتن، حضرت صدیق اکبر مطابق عمل پیغمبر اون را انجام میداد. حضرت عمر یک مدت مطابق آخر گفت که گرفتاری های ما زیاد هستن، پدک را در اختیار حضرت علی در صحیح بخاریه. اگر صحیح بخاری این طرف شمید، طرف دیگر رفت نگاه کنید، غیشی نکنید. در اختیار حضرت علی و حضرت عباس قرار داد و این پدک و این شما همونطوری که پیغمبر تقسیم میکرد همونطوری عمل بکنید. بین این با خود اون حضرت عباس عموی پیغمبر هست، حضرت علی داماد و پسر عموی پیغمبر، اینا با خود درگیر شدند. حضرت عمر گفت نه، دوباره واگذارش کن، ما خود ما عمل کنم. در زمان عثمان هم اینطوری شد. سوال اینجاست، این سوال خیلی بزرگه، اینا همه عزیزان داشته باشن. ما میگیم 25 سال این پدک غصب شد، این زمان خلافت خلافای ثلاثه، 25 سال سکوت و غصب و اینا خوردن. زمانی که خلافت به علی رسید، اینجا کسی نبود که جلو علی را بگیرد. حضرت علی این پدک را چه کار؟ آیا داد به اولاد فاطمه؟ آیا این را داد یا نه؟ همون طوری که پیغمبر و سه تا خلیفه عمل کرد، حضرت علی همون طوری عمل کرد. این تیر خلاص، اینه کسی نمیتونه جواب بده. اگر غصب علی هم غصب کرد، چرا به فرزندان فاطمه نداد؟ خودش هم حق دارد. اگر ما بیایم میراث پیغمبر حساب بکنیم، زنان پیغمبر میراث می بردند، عموی پیغمبر که حضرت عباس باشد میراث می برد، نصفش مال فاطمه بود، بقیه که مال دیگران بودند. پس این قضیه پدک در ابتدای سوره حشر شما نگاه بکنی، خداوند میگوید که اون مال پی بوده. مال پی میگه مستحق هستن، فقراء مهاجرین هستن یک، انصار هستن دو، و سوم همه امت اونا که والذین جاؤوا من بعدهم، همه امت مستحق اون هستن. امروز شما در سرزمین عربستان بروید بگوید که این باقی فدک کجا هست، این همه دعوی سرش هست، این همه رسوایی سرش هست. من کتاب گرفتم از فرودگاه جده، وقتی که قسمت خلافت علی بود، وقتی نگاه کردم باقی فدک کجا هست، دیدم چهار تا عکس درخت خرما هست که اونا هم سر ندارند. یعنی این امت مسلمه برای چهار تا درخت سرقت شده که سر اونا را قطع کردند، 50 کیلو خرما هم ندارن، هم امروز بیان یکی یک دیگر را پاره بکنن. ای پدک از خود، ای پدک چکار شد؟ این کاری بیوده است؟ یعنی امروز قوقای پدکه. پدک اگه اونجا هست ما بریم امروز جدایش بکنیم، بگم این مال سادات،
نوالی مثلا احسانی که خلفا با آل بیت داشتن، محبتی که به اونا داشتن، مثال زدنی نیست اصلا که ما مثالش بزنیم. یک جمله دیگه، مادر زین العابدین کیست؟ یا شهربانوی، یا شاهزاده ایران، دختری از دگر دیار، از خاندان سانیان هست. همین دختر را در اختیار حضرت حسین چی کسی قرار داد که زین العابدین به این طرف هر چیز سید حسینی هست، مادرشان ایرانی، ساسانی و هدیه حضرت عمر. اگر ما بگویم حضرت عمر خلافتش درست نبوده، جهادش درست نبوده، فرشمی که بلند کرده درست نبوده، پس ما با این سادات چیکار بکنیم؟ همه این سادات که از نسل حضرت حسینند، همه مرهون حضرت عمرند. تکبیر اینا باید از حضرت عمر تشکر بکنم که هم اینا را همونا را ایرانی را اصل قرار داده. امروز اگر ما مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده هر چی سادات حسینی هستند میتونن شناسنامه ایرانی بگیرن، اگر چه در افریقا زندگی میکنن، چون مادرشان ایرانی بوده دیگه، مادرشان ایرانی بوده، اون شاهزاده ایران. به حضرت عمر گفتن اینه به فرزند خودت بده، گفت نه این شاهزاده، این باز ناز و نعمت بزرگ شده، فرزند من لیاقت این را ندارد که امسر این قرار بگیرد، حسین ابن علی که از شکم فاطمه هست، حسین ابن علی امسر شاربانو یا شاهزاده بشود باید. تکبیر زین العابدین به بعد گفتم هر چی سادات هستند اینا مرهون احسان حضرت عمر هستند، اینا مرهون احسان حضرت عمر هستند. این سه تا مسئله بودن، پرستار حضرت فاطمه تا زمان دفن کردن که بود امسر ابو بکر صدیق اسماء بنت امیس رضی الله تعالی عنهم. فدک را اگر دیگران غصب کردند، علی اون فدک را چیکار کرد؟ این سوال به جای خودش باقی هست، جوابش می خواهیم انشاءالله که تا روز قیامت هم این سوال جواب ندارد، جواب ندارد. چون اگر ما اونا را ملامت بکنیم، حضرت علی هم در ردیف اونا قرار می دهد. اگر حضرت علی صبر کرد، سکوت کرد، ما اگر پیروی علی هستیم باید ما اون صبر و سکوت را داشته باشیم. صبر و سکوت اینا باید داشته باشیم. اگر اون سکوت کرده ما باید سکوت بن پیروی علی هستیم، اگر اون صبر کرده ما باید صبر کنیم. امت مسلمه را به جان هم دیگر نیندازیم که به جان یک دیگر. ما برای اتحاد این مسائل را میگویم، برای اتفاق میگویم، برای انسجام میگویم. امروز ما میبینیم که جهان کفر چطوری دهان باز کردن برای جهان اسلام، باز هر رای وارد می شوند، برای هر مسئله دامن می زنند که اختلاف بیفتد. و امین که ما اگر جلوتر هم صحبت کردیم منظورم که اختلاف نشود. خب در ابتدای اخیر دیدیم که در خراسان اختلاف شد، توهین های شده بود. اگر ما پیروی علی هستیم باید همون طوری که حضرت علی عمل کرده ما هم عمل بکنیم. می گفته شیخ عطار در کتاب منطق الطیر می گویند در باره امین خلفا و در باره امین حضرت علی صحبت می کند در کتاب منطق الطیر شیخ عطار. شیخ عطار که مولانا می فرمه مولان روم هفت و شعر عشق را مثلا عطار فرمود ما هنوز در خم یک کوچه ایم، اون شعر عشق عطار تای کرده و ما هنوز در خم یک کوچه ایم. اون شیخ عطار چه میگوید وقتی که بیان میکنه شجاعت علی را، اون درایت علی را، اون کارهای زیبای علی را، محبتی که با خلفا داشت اونا را بیان میکند. بعدن میگوید ای پسر، اون گفته شیخ عطار،
ای پسر تو بی نشانی از علی، تو هیچ نام و نشانی هیچ علامتی از علی نداری، ای پسر تو بی نشانی از علی، عین و لام و یا بدانی از علی، فقط سه حرف علی را بلد هستی دیگه چیزی نمیدانی، ای پسر تو بی نشانی از علی، عین و لام و یا بدانی از علی. تقاضایی که من دارم این است که از صدا و سیما میخوام، تقاضای من هست، تقاضای همه آل سنته، تقاضای ما این است که یک سوم بودجه صدا و سیما مال ما هست، 25 تا 30% جمعیت ایران آل سنته، یک سوم بودجه صدا و سیما مال ما هست، شما یک سال برای مذهب خودتان تبلیغ میکنید، یک ساعت به علماء اعتراض اول آل سنت وقت بدهید تا اینا مطلوبت خود را بکنن. تکبیر الله اکبر الله اکبر. مولانا ابراهیم دامنی رحمت الله تعالی علیه، مولوی احمد ناروی رحمت الله تعالی همین تقاضا را کردن، و یک سال مال شما، شما خصوصیات فضائل همه چیز خوبی ها اقداری از صدا و سیما این شیعه سنا شریر تعریف بکنید، اما به آل سنت یک ساعت وقت بدهید، اونم به علماء اعتراض اول، اونایی که مردم اونا را میخوان، نه کسی را که شما برای خود سخنگو بکنید، اون آل سنت نیست، ما اون آل سنت نمیدانیم، هرچی که شما دیکته بکنید اون بگوید، اون سنی نیست، سنی همون است که عقیده آل سنت را آزادانه بیان بکنه. تکبیر و آخر الله و آخر دامن و آخر دامن الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقی محمد.